دادگاه عالی لاهور اعلام کرد که ضربه زدن به احساسات مذهبی مسلمانان به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی تبدیل به یک امر عادی شده است و باید اقدامی برای مقابله با آن انجام شود محمد قاسم خان رئیس دادگستری لاهور در این باره گفت احساسات مذهبی افراد به بهانه ادعای آزادی بیان آسیب میبیند و تاکنون هیچ اقدامی جدی برای مقابله با این مسئله انجام نشده است به افزود حفاظت از اعتبار نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی، یکی از مهمترین وظیفه های مسلمانان است و آنها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند که جایگاه والای پیامبر اسلام به بهانه آزادی بیان مورد بی احترامی قرار گرفته و خدش دار شود قاسم خان گفت مطالب بسیار زیادی که کاملا مخالف دستورات اسلام است علیه مقدسات مسلمانان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی در برخی رسانه های اجتماعی منتشر می شود و باید اقداماتی مناسب برای مهار چنین مطالبی صورت گیرد دادگاه عالی دستور داد که دولت شبکه ای را ایجاد کند تا محتواهای موهن به مقدسات مسلمانان مورد نظارت قرار گرفته و متوقف شود همچنین بر اساس دستور دادگاه عالی دولت باید پرتال خاصی ایجاد کند که در آن جزئیات کلیه وبسایت ها و صفحات معتبر اسلامی برای راهنمایی افراد در سراسر سر جهان معرفی شود. دادگاه عالی همچنین پیشنهاد داد تا مطالبی در مورد شخصیت پیامبر اسلام و سیره زندگی ایشان از دوره ابتدایی تا دوره کارشناسی ارشد در کتاب های درسی گنجانده شود.